خب قبل از هر چیز من تشکر میکنم از دوست عزیزم آقای اصلانی و همه دوستان سینماگر که این افتخار دادم به من که در این جلسه حضور داشته باشم و صحبت بکنم، که البته از دیدگاه سینمایی نیست و از بیشتر حوزه علمی و دانشگاهی هستش و از به خصوص علوم اجتماعی و سهمی رو که زاون در این حوزه داره رو که شاید کمی ناشناخته باشه در اینجا بیان کنم. قبل از این فقط من میخواستم این اطلاع رو بدم که مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ جلسه رو در سال جاری برای یادبود زاون خواهد داشت که در اونجا بحث به اصطلاح مفصلی انجام خواهد شد، چند سخنرانی انجام خواهد شد در مورد همین نکاتی که آقای اصلانی گفتن، یعنی مفهوم نقد سینما که من فهم کنم که بحث بسیار مهمی هستش در سهمی که زاون در سینمای ایران و در تاریخ فرهنگ معاصر ما داشت. نکته دوم هم این که در اون مجموعی که ما داریم آماده میکنیم برای انسانشناسی تاریخ فرهنگ مدرن ایران، یک جلد به زاون اختصاص داره، باز به دلیل همین نقشی که نقش خاصی بوده که سعی میکنم در اینجا اون رو بیان کنم. صحبت که من انجام میدم که سعی میکنم در همون محدوده 10 دقیقه باشه به دو موضوع اختصاص داره، دو بخش داره. یکی سهم علمی و فرهنگی زاون هستش در مجموعی که ما میگیم فرهنگ مدرن و بخصوص فرهنگ مدرن معاصر و نزدیک به ما در ایران، با تاکید بیشتری شاید بتونم بگم روی حوزه آکادمیک و دانشگاهی، و بخش دومش برمیگرده به همون نکته که گفته شد، یعنی زاون به مثابه یک الگوی اخلاقی در هنر و در سیستم علمی. نکته اول که برمیگرده به سهم علمی زاون در تاریخ فرهنگی ایران مدرن. از این نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم، میشه گفت که زاون قوقازیان یکی از معدود نویسندگانی هستش که از دهه 50 شروع میکنن به مطرح کردن جدی نقد سینمایی در قالب کتاب سینمایی و تحلیل سینمایی. کتابایی که بهش اشاره شد جز اولین کتابایی هستن که در به اصطلاح ادبیات ایران در مورد سینما منتشر میشه. پیش از اون نقد سینمایی وجود داره، ولی نقد سینمایی بیشتر میشه گفت که جنبه یک نوع کارشناسی درونی در داخل خود به اصطلاح سینما، و بیشتر هم به واسطه در مجموعه هایی منتشر میشه که به مطبوعات نزدیک هستن، و کتاب هایی که منتشر میکنه زاون از قبل از انقلاب که بود و تا آخر عمر ادامه میده، کتاب هایی هستن که یک مدل علمی تحلیل فیلم رو برای اولین بار در ایران به وجود میارن، که بعد برمیگردم که چرا این اهمیت داره. و این الگو یک الگویی هستش که به شدت ما امروز با کمبودش رو برسیم، و وقتی امروز ما به چارچوب نقد در ایران نگاه میکنیم، متاسفانه اگر از استثناها بگذاریم و به هر حال از مواردی که همیشه وجود داره و خیلی هم خوب هست، من به اونها نمیپردازم چون من آسیب شناس هستم، نقد در کشور ما وضعیت بسیار نابسامانی داره. یعنی عمدتا نقد یا به نوعی هدیه دادن و
به اصطلاح تعریف و تمجید از یک دیگره، در شبکه هایی که خب شکل گرفته در حوزه های مختلف هم صحبت میکنند، نه صرفا در هنر، و یا ایراد گرفتن و مچ گرفتن و حمله کردن. نقد اصلا هیچ کدوم اینها نیست. نقد یعنی واقعا باز کردن یک مسئله، تشریح یک مسئله، تحلیل یک مسئله. و متاسفانه ما اگر بگیم اقلیتی داریم که امروز به این شیوه نقد میکنن و مطلب مینویسن، اکثریتی هم داریم که در همه حوزه، باز بحث من سینما نیست، از علوم اجتماعی گرفته تا حوزه‌های علمی و هنری، اکثریتی داریم که به اون شیوه دوم در واقع چیزی کاری انجام میدن که به اسمشو میذارن نقد، که نقد نیست. بیشتر نقد هایی که ما میبینیم، گفتم یک نوع خودنمایی، فردی نقد میکنه که سواد خودش رو نشون بده، نشون بده چقدر اطلاع داره، چقدر آگاهی داره، یک نوع خود رو به نمایش گذاشتن هست، مچگیری میکنه از دیگران، سعی میکنه که درس بده به دیگران. این کاری که هرگز من ندیدم زابن انجام ده، هرگز ندیدم که درس بده به دیگران، یعنی خودش رو در موقعیتی بدونه که به دیگری بگه این کاری که تو میکنی درست نیست و من حالا به تو میگم که چطور باید کار بکنی. خب اکثرا ما چنین الگوی رو نداشتیم، که باز تا حد زیادی از کار زاون بیرون اومده و البته نویسندگان دیگه‌ای که به اونها هم در جای خودش اشاره خواهد شد، ولی در اینجا در مورد سهم زاون صحبت می‌کنم. و بحث همکاری بین رشته‌ای، زاون واقعا اعتقاد به این مسئله داشت که فیلم و سینما دارای ارزش‌هایی هستند فراتر از هنر فیلم و هنر سینما، و این بحث بود که ما از سالها پیش داشتیم که فیلم و سینما رو وارد حوزه دانشگاهی کنیم، وارد حوزه دانشگاهی، منظور من علوم اجتماعی و انسانی هستش. این کار رو تقریباً از شاید بگم 10 یا 15 سال پیش ما شروع کردیم، و با به نمایش گذاشتن فیلم های مستند و بعد داستانی، و میتونم بگم که شاید در طول 10 سال ما بیش از 300 یا 400 تا نمایش فیلم مستند و داستانی در محیط دانشگاهی داشتیم، که خب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ولی وقتی ما شروع کردیم در دانشگاه تهران، دیگر دانشگاه هم طبعا به دنبال دانشگاه تهران همیشه الگو می گرفتن. و امروز اگر شما برید در دانشگاه های علوم اجتماعی و انسانی در ایران، اصلا دیگه چیز عجیبی نیست که فیلم به عنوان یک ابزار علمی تدریس بشه، نه برای سینما، برای مسائل اجتماعی. و بحث ما هم همین بود که بسیاری از فیلم‌های سینمایی، بسیاری از فیلم‌های مستندی که در همین تاریخ 100 سال ساخته شده، ارزشش به اندازه چندین واحد دانشگاهی در علوم اجتماعی و انسانی است، و اینها باید با این عنوان نشون داده بشه، نه به عنوان سینما. جایگاهشون رو به عنوان سینما در مدارس سینمایی دارن، ولی در علوم اجتماعی و انسانی اینها باید جدی گرفته بشن. و خوشبختانه میتونیم بگیم به این هدف ما امروز در سینما و فیلم مستند در دانشکده‌های علوم اجتماعی و انسانی رسیدیم. هدفی که متأسفانه در هنرهای دیگه ما درش چندان میتونم بگم موفق نبودیم، در عکس تا حدی تونستیم این کارو بکنیم، در بعضی از هنرها هم اصلا نتونستیم بکنیم، مثلا هنرهای تجسمی، نقاشی، مجسمه سازی، اینا رو نتونستیم ما وارد سیستم دانشگاهی در علوم اجتماعی و انسانی کنیم. زمانی که در اصفهان در سال 89 همایش انسانشناسی هنر برگزار شد، زاون واقعا نقش بسیار بسیار مهمی داشت، و من فکر می‌کنم اولین باری بود که در تاریخ ایران، در تاریخ مدرن ایران، یک همایش علمی کاملا آکادمیک در هر مفهومی که بگیم، یعنی تمام مقالات علمی و غیره، به صورت موازی در کنار خودش یک به اصطلاح برنامه نمایش فیلم های مستند داشت در یک سالن جداگانه، که در اونجا هم پنل های علمی برگزار می شد. من فکر می‌کنم اولین بار بود که این اتفاق می افتاد، امروز این اتفاق خیلی می افتاد، ولی خود همین نشون دهنده ارزشی است که زاون در حوزه علمی داشت. دومین موضوع که من باید بهش اشاره کنم،
و آقای اصلانی گفتم و دوستان دیگه بزرگان ما در اینجا به خصوص کسانی که از دوستان قدیمی زابن هستن خواهند گفت، الگوی اخلاقی زابن هست. الگوی اخلاقی زابن که من چون وقتم چیزی زیادی ازش نمونده خیلی کوتاه صحبت میکنم. من در 20 سال گذشته با آدم‌های زیادی سر و کار داشتم و واقعا زابن یکی از معدود کسانی هستش که میتونم بگم که خودش رو وقف هنر و وقف دانشی کرده بود که بهش عشق می‌ورزید. بیشتر از این که میتونم بگم به خودش فکر کنه، به این فکر میکرد که سینما رو تبلیغ کنه، سینما رو در موردش کار کنه. دیگران این دیگر دوستی یا آلتروئیسمی که در زابن وجود داشت واقعا کمتر من دیدم. البته اساتید بزرگی بودن که این کار رو کردن و حاصل کارشون هم تربیت نسل جوان بوده و افراد بسیاری که ما امروز شاهدشون هستیم و کار اونها رو ادامه میدن. ولی باید همطور که گفته شد بدونیم که قاعده در ایران این نبوده و این نیست متاسفانه. قاعده در ایران این است که افراد بیشتر به شهرت خودشون فکر میکنن، بیشتر به سودی فکر میکنن که با کار خودشون میتونن نصیب خودشون کنن، بیشتر به شهرت‌های جهانی فکر میکنن، به فستیوال‌های بین‌المللی فکر میکنن و غیره و غیره، و کمتر به این فکر میکنن که در قبال این مردم، در قبال این نسل، در قبال این آب و خاک دارای مسئولیتی هستن. من اصلا یک آدم ملی‌گرا نیستم، من بخوام بگم یه آدم جهان وطن هستم، اعتقادی به ملی‌گرایی اصلا ندارم، ولی اعتقاد به این دارم که ما در مقابل جامعه‌ای که تربیتمون کرده دارای مسئولیت هستیم. هیچ کس، من شخصیت اعتقاد ندارم، همه شخصیت‌ها، بزرگترین شخصیت‌ها حاصل روابط اجتماعی هستن که اونا رو ساختن. بنابراین ولی این رو همه نمیدونن. زاون این رو میدونست. من فکر میکنم اگر زاون به جای این تعداد زیاد کتابی که در اینجا شما میبینید گذاشته شده، به جای اینکه بشینه و در مورد سینمای بیضایی، سینمای کیمیایی و سینمای کیارستمی و دیگران کار بکنه و اینقدر تولید بزرگی داشته باشه، به جای اینکه بشینه و اینقدر به دانشجویانش اهمیت بده، چون من میدونم چقدر به دانشجویانش اهمیت میداد، و به جای اینکه با اون سفرهای خسته کننده و بسیار طولانی که میامد به تهران و ما شاهدش بودم برای اون پروژه تاریخ شفاییش وقت بگذاره، صرفاً به خودش فکر میکرد، صرفاً به خودش به عنوان فیلمساز، خودش حتی به عنوان منتقد و خودش به عنوان کسی که میتونست از روابطش استفاده کنه و خودش رو پیش ببره فکر میکرد، مسلماً میتونست موفقیت‌های فردی بسیار بیشتری و وضعیت مالی بسیار بهتری داشته باشه، و ولی این کار رو نکرد. این دگردوستی مدلی هستش که جامعه ما امروز به شدت بهش نیاز داره و این جامعه در حال فروپاشیست به دلیل اینکه تصور میکنه که آینده در یک نوع اندیویدوالیسم، یک نوع خودگرایی و یک نوع رسیدن به موفقیت‌های فردی است. اگر سقوط نکرده باشه و فروپاشی نکرده باشه که بعید میدونم، فروپاشی خواهد کرد. جامعه‌ای که افرادش فقط به خودشون فکر کنن آینده‌ای نمیتونه داشته باشه. آینده همیشه از خلال نسل‌های بعدی هستش و من فکر می‌کنم که زابن این رو فهمیده بود. اینکه همه ما امروز این رو میگم و بحثم رو تموم می‌کنم، اینکه همه کسانی که من زمانی که با زابن آشنا شدم و راجعش صحبت شد به زابن میگفتن، در خودش یک نکته کوچک فولکلوریک و یک نکته مهم، البته نه کوچک از نظر ما مهمه، نکته بزرگ اتنوگرافیک داره. چرا همه به زاون میگن؟ به دلیل اینکه زاون شخصیتی داشت که ایجاد یک صمیمیت و ایجاد یکی بودن و دوست داشتن و دوست داشته شدن رو به فرد منتقل میکرد، و اگر و خیلی سریع میتونست آدم او رو زاون خطاب کنه و باهاش احساس کنه که سالهاست او رو میشناسه. در این حال که هرگز من کسی رو به مؤدب بودن زاون ندیدم و
هرگز در صحبت کردن از ادب خارج نمی‌شد و این صمیمیت رو ولی اجازه می‌داد که مخاطب با او داشته باشه. این یک، اگر خوب فکر کنیم، عمق اخلاقی در شخصیت زابل بود که نه فقط تک تک ما، بلکه به خصوص جامعه ما با وضعیت نابسامانی که امروز از لحاظ اخلاقی داره واقعا نیاز داره. و من فکر می‌کنم وقتی که ما می‌بینیم این نیاز از طرف زاون که متعلق خودش به یک اقلیت دینی، یعنی ارمنیان که در ایران سهم عظیمی دارن در فرهنگ مدرن ایران، می‌بینیم که از جانب کسی میاد که خودش در یک اقلیت بوده و مسلماً بار فشار مضاعفی رو تحمل کرده در زندگی، این یک درس مضاعف هست برای ما که به رغم آسودگی‌های بسیار بیشتر باز هم متاسفانه راه رو در حال اشتباه رفتن هستیم. به طرف ثروت‌ها و شهرت‌هایی داریم با سرعت قدم برمی‌داریم که در ته دره‌های دوزخی قرار داره. خیلی ممنون.